شب همگی بخیر تاریخ تمدن قسمت هشتم فصل 21 هنر هندی قسمت اول هنرهای کوچک انسان در برابر قدمت هنر هندی نیز مانند کلیه سیماهای تمدن این خطه با خضوع و خشوع دستخوش بهت و حیرت می شود گرچه همه ویرانه های در این زمین سودمند نیست در میان آنها تندیس های مردان ریشداری از جنس سنگ آهک شبیه مجسمه های سومری تندیس های سفالین زنان و جانوران مهره ها و زیورهایی از عقیق سرخ و زرینه هایی خوشپرداخت دیده می شود بر یک مهر نقش بر جسته گاویست که آن را چنان با قدرت و پرتوان درآورده که بیننده تقریبا بیدرنگ به این نتیجه میرسد که هنر در طی تاریخ پیشرفتی نداشته بلکه فقط صورت یا قالب آن دیگرگون شده است از آن هنگام تا کنون هند از میان فراز و نشیب های تاریخ پنج هزار ساله خود زیبایی های خاص خود را در صد هنر گوناگون آفریده است آنچه از آثار هنری هند مانده شکسته و ناقص است نه از این رو که هند گاه گاه از آفرینش هنری باز مانده باشد بلکه به این دلیل که بیشماری از شاهکارهای معماری و پیکرتراشی هند را جنگ و خلصه های بودشکنی مسلمانان ها نابود کرده است از این گذشته فقر هم موجب آن شده است که از نگاهداری ما بقی هم غافل بمانند در نظر اول مشکل بتوان از این هنر لذت برد موسیقیش عجیب نقاشیش مبهم و نامفهوم معماریش گیج کننده پیکر تراشیش نامتناسب به نظر خواهد آمد اما در این سیر و تماشا باید در هر گام به یاد داشته باشیم که ذوق ما محصول لغزش پذیر سنن و محیط محلی محدود خود ماست و چنانچه با معیارها و هدفهایی که برای زندگی ما طبیعی و برای آنها بیگانه است درباره ملتهای دیگر یا درباره هنرهایشان قضاوت کنیم مسلما در حق خود و آنان بیانصافی روا داشتیم در هند آن دوران هنوز هنرمند از صنعتگر جدا نشده بود تا هنر کاری تصنعی شود و کار امری شاق در هندی که حیات خود را در رزمگاه پلاسی از دست داد هر کارگر چیره دست نظیر کارگر قرون وسطای اروپا صنعتگری بود که به حصول ذوق و مهارت خود صورتی و جانی میبخشید حتی امروزه هم که کارخانه ها جای کارهای دستی را گرفته صنعتگران صنعتگران بدل به دست شده و در کارگاه ها و دکان های هر شهر هند صنعتگرانی را میبینیم که نشستند و فلز میکوبند گوهر می نشانند طرح میکشند شال های ظریف می بافند و گلاب دوزی میکنند یا آج و چوب را قلم زنی میکنند شاید هیچ از ملت هایی که میشناسیم هرگز این همه تنوع هنر نداشتند نکته عجیب آن است که در هند سفالگری از حد صنعت به مرحله هنن نرسیده است مقررات طبقاتی درباره مصرف مجدد ظروف محدودیت های زیادی در کار آورده از این رو هندیان چندان انگیزه نداشتند که سفالینه های شکننده و ناپایدار را که آن همه با سرعت و به مقدار زیاد از زیر دست کوزگر بیرون می آمد به زیبایی بیارایند اگر آن ظرف را از فلز گرانبهایی می ساختند آنگاه صنعتگری بیدریق صنعتگری بیدریق بر آن به کار می نشست. گلدان نقره تانجور در مؤسسه ویکتوریا در مدرس یا بشقاب طلای کندی گواه بر این مدعاست از برنج چراغ و کاسه و دیگ و ظروف دیگر می ساختند. اغلب از آلیاژ سیاهی از روی صندوق لگن سینی می ساختن و فلزی از روی فلزی را روی فلزی دیگر می یا بران میکشیدند یا زرندود و سیمندود میکردند روی چوب نقوش فراوان گیاهان و جانوران را می کندن از آج همه چیز از خدایان گرفته تا تاس نرد می بر درها یا بر چیزهای چوبی دیگر آج می نشاندند و از آن سرمدان روغندان و عددان های زریف می ساختن. گوهر،, گوهر فراوان بود و توانگر و درویش آن را یا به عنوان زینت به خود می یا همچون گنجی می اندوختن. جیپور در میناکاری بر زمینه طلا سرامت بود قزن قفلی مهره آویز کارد و شانه را به اشکال خوشریخت و با طرح گل حیوان یا تر خدایان می ریختن. آویزه برهمنی با آن گنجایش مختصر خود گاه دارای پنجاه تصویر خدا بود هنر پارچه بافی آنان هرگز هم تا نداشت از روزگار قیصر تا زمان ما منسوجات هند را در سراسر جهان ستودند زمان ما وقتی میگه حدود 100 سال پیش گاهی با محاسبات بسیار دقیق و پرزحمت از پیش حساب شده ای هر رشته از تار و پود را پیش از بستن به دستگاه بافندگی رنگ میکردن همانطور که بافنده پیش میرفت طرح پارچه شکل میگرفت و در هر طرف یکسان بود از پارچه های خانه باب تا پارچه های زربفت پیچیده از پیژامه های خوشنگار گرفته تا شال های بیدرز کشمیر هر جامعه که در هند بافته میشد زیبایی و جلوه خاصی داشت که خلق آن فقط از هنرمندان باستان و هنرمندان فطری این عصر ساخته است قسمت دوم موسیقی یک جهانگرد آمریکایی در مدرس اجازه یافته بود وارد کنسرتی شود در حدود دویست هندو را دید ظاهرا همه برحمن روی نیمکت یا فرش نشسته سراپا گوش و مجذوب جمع کوچکی از نوازندگان بودند صدای آلات موسیقی نوازندگان چنان بلند بود که گویی برای این به وجود آمدن که باید در ما هم صدای آن شنیده شود سازها برای این مسافر قریب و در نظرگاه تنگ او به مسابه محصولات باقی بود فراموش شده و از نظر رفته تبلهایی به اشکال اندازه های گوناگون فلوت های مزین و بوخ های و چندین جور سازدهانی اغلب این اشیاء را با استادی تمام ساخته بودند و بعضی هم گوهراگین بود یک تب به نام مریدانا را به شکل بشکه کوچکی ساخته دو سر آن را با پوست پوشانیده بودند که با تصمه های چرمی کوچکی آن را سفت و شل می کردن تا زیر بم صدا تغییر کند به پوست یک سر تبل ذرات منگنز برنج, جوش... برنج, جوشانده و اصاره تمر هندی مالیده بودند تا از آن پرده خاصی درآورند. تبال فقط با دست تب می نواخت. گاهی با کف دست گاهی با انگشتان گاهی هم فقط با سر انگشتان نوازنده دیگر تنبور یا اود با چهار سیم یا زه طویل داشت که دائما آوای ممتدی به مسابه زمینه ی عمیق و آرام ملودی یا آهنگ از آن تنین انداز بود سازی دیگر یعنی وینا آوای حساس و رسا داشت از تبلک چوبی پوست کشیده یک سر این ساز سی... سیمهایی روی یک صفحه فلزی باریکی کشیده شده بود که به سر دیگر ساز یعنی به یک کدوی میانتوهی تنیم ساز می رسید. نوازنده در حالی که انگشتان دست چپ را ماهرانه از, یک... از این پرده به آن پرده حرکت میداد تارها را با زخمه به ارتعاش در میآورد و ملودی را قوت تأثیر می بخشید. جهانگرد با فروتنی و خشو گوش می کرد اما چیزی نمی فهمید. تاریخ موسیقی هند دست کم به سه هزار سال می رسد سرود های ودایی مانند همه اشعار هندی برای خواندن سروده می شد در شعایر کهن شعر و ترانه و موسیقی و رقص یک هنر بود رقص هندی به چشم قریبان هرز و شهوانی می نماید رقص غربی نیست در نظر هندیان همین این حالا دارد ولی در قسمت اعظم تاریخ هند رقص شکلی از عبادت دینی بود برای تعظیم و تکریم خدایان که حرکت و وزن و یا ریتم زیبایی را نشان میداد فقط در دوره های جدید بود که بیشماری از دیواداسی ها از معابد در می آمدن تا دنیا پرستان را سرگرم کنند در نظر هندوان این رقص ها نمایش محض نبود از یک نظر تجسمی از وضعها و فرایندهای جهان به شمار می شیوا خود خدای رقص بود و رقص شیوا رمز همان حرکت جهان بود موسیقیدانان، خوانندگان و رقاسان مانند همه هنرمندان هند از طبقات پایین بودند. برهمن شاید خوش می داشت که در خلوت آوازی بخواند. و آن را وینا یا ساز ذهی دیگری همراه کند شاید ساز زدن یا خواندن یا رقصیدن را به دیگران میآموخت اما هرگز این خیال در سرش نبود که برای دستمز دستی به ساز یا سازی به لب ببرد تا چندی پیش کنسرت های عمومی در هند کمیاب بود موسیقی غیردینی یا عبارت بود از آنچه توده مردم به تیب خاطر زمزمه میکردند یا به نحوی ناهنجار ساز می نباختن. یا مثل موسیقی مجلسی اروپا آن را در حلقه کوچکی در خانه های اشراف اجرا میکردند خود اکبرشا که در موسیقی مهارت تام داشت موسیقیدانان فراوانی در دربار خیش گرد آورد یکی از خوانندگانش به نام تانسن مشهور و ثروتمند شد ولی در سی, و چهار سالگی بر اثر افراد در میگساری درگذشت در کار موسیقی کسی اهل تفنن نبود بلکه همه همه حرفه‌ای بودند موسیقی را به عنوان یکی از کمالات اجتماعی نمی و کودکان را تنبیه نمی کردن که چرا مثل بتوه نمی شود کار مردم نه آن بود که بد ساز بزنند بلکه می بایز خوب گوش بدهند گوش فرا دادن به موسیقی در هند خود هنری به شمار می روید و نیاز به تربیت طولانی گوش و جسم و جان دارد برای قریبان کلام موسیقی هندی مفهومتر از کلام اپراهایی که لذت بردن از آن را وظیفه طبقاتی خود می دانند نیست موازی موسیقی هند مثل هر جای دیگری درباره دو موضوع عشق و مذهب است اما در موسیقی هند کلام چندان ارجی ندارد و آوازخان اغلب هجاهای بیمنی را جایگزین کلمات می و این کاری است که در پیشرفته ترین آثار موسیقی ما نیز انجام می گیرد ما یعنی غربیا حالا ما هم شاید این کارو بکنیم من اطلاعات موسیقی ندارم ولی میخوام بدونی که این ماه یعنی غربیا موسیقی آنها در گام های لطیفتر و ظریفتر از موسیقی ما ساخته می شود به گام دوازده پرده ای ما ده پرده کوچک میافزایند در نتیجه گام آنها مشتمل بر 22 رو, پرده می شود موسیقی هندی را می توان به نوتهایی نوشت که از حروف سانسکریت ترکیب یافته است معمولا آن را نه می نویسند نه بلکه از راه گوش از نسلی به نسل دیگر و از استاد به شاگرد می رسند به خط حامل هم از هم جدا نمی شفت. بلکه به صورت پیوسته و متصل از پرده به پرده دیگر می رود در نتیجه شنونده ای را که به تکیه یا ضربه های منظم آموخته است نومید می کند موسیقی هندی نه آکوردی دارد و نه با هارمونی سر و کار دارد بلکه فقط محدود است به ملودی یا آهنگ و شاید با زمینه ای از تحصده ها در این معنا این موسیقی بسیار ساده تر و ابتدایی تر از موسیقی اروپایی است اما از سوی دیگر از لحاظ گام و وزن پیچیده تر از آنهاست ملودی ها هم محدودند هم نامحدود همه باید بر مبنای یکی از سی و شیش مقام یا لحن سنتی باشد اما از همین تمها ها می توان تغییرات بیپایان و گوناگونی پدید آورد هر یک از این تم ها را راگه ها می نامند مرکب از پنج یا شش یا هفت نوت است که نوازنده دائم به یکی از آنها باز بر می گردند. هر راگا را به نام همان حالتی می خوانند که می خواهند آن را القا کنند مثلا سپید دم بهار زیبایی شامگاه مستی و مانند اینها و به زمان معینی از روز یا سال مربوط می شود بنابراین یک افسانه هندی این راگاها قدرت مرموز دارند بنابراین یک افسانه هندی این راگاه قدرت مرموزی دارند از این رو گفتن که یک رقاصه بنگالی با خواندن میگمالا راگا یا آهنگ باران آور که نوعی پرلود قطره باران است به خوشتالی پایان داد قدمت راگاه ها به آنها خصلت مقدسی داده است کسی که آنها را می نوازد باید مؤمنانه در آنها به چشم فرمهایی نگاه کند که ساخته خود شیواست ناردای نوازنده چون از سر بیپروایی آنها را نواخت ویشنو او را به دوزخ فرستاد و در آنجا مردان و زنانی را نشانش دادند که بر دستها و پاهای شکسته خیش میگریستند ویشنو گفت اینها راگاها و راگینی هایی است که ناردا با نواختن بیپروایی خود آنها را از ریخت انداخته و پاره پاره کرده است میگویند ناردا چون این را دید فروتنانه جویای کمال والاتری در هنر خیش شد رقص دینی هندو با هنر شانکار که چندان هم رسمی نبود به اروپا و آمریکا شناسانده شده است در این رقص در حرکت تن دستها انگشتان و چشمها معنای ظریف و دقیقی را به بیننده آش... آش... آشنا می رسانند و در آن نوعی لطف و زرافت مواج و شعر مجسم دیده می شود که در رقص غربی پیش از بازگشت توده مردم ما به هنر افریقاییان ناشناخته بوده است نوازنده هندی چندان مقید به این تعهد نیست که به راگایی که برای برنامهش انتخاب کرده وفادار بماند و اگر هم قیدی در کار باشد همانقدر است که آهنگساز غربی که سونات یا سمفونی میسازد باید به تم اصلی خود مقید باشد به هر حال آنچه در این آزادی از دست میرود در نزدیک شدن به انسجام ساخت و انتظام شکل جبران می شود موسیقیدان هندی مثل فیلسوف هندی است با محدود آغاز می کند و روانش را به نامحدود می فرستند. بر تم خود چندان پیرایه می بندد تا به یاری جویبار مواجی از وزن و بازگشت و حتی یک نواختی آور نوتها گونه ای یوگای موسیقیوار نوعی فراموشی اراده و فردیت فراموشی ماده زمان و مکان پدید آید در این حال روح عروج می کند و با آمیزهای بسیار جرف با موجودی عمیق عظیم و آرام با حقیقتی ازلی و نافذ که بر همه اراده های کوشنده و تغییرات و مرکا لبخند میزند اتصال و پیبندی مرموز مییابد تا زمانی که ما آرامش، ثبات، تسلیم و سکون را به جای تلاش، پیشرفت، تمنا و حرکت بر این شاید هیچگاه به موسیقی هندی توجهی نکنیم و هرگز آن را در نیابیم این مقام زمانی دست می دهد که اروپا دوباره خادم و آسیا دوباره مخدوم شود اما در این حال باز نوبت به آسیا می رسد که از هستی ثبات تسلیم و سکون خسته شود قسمت سوم نقاشی کسی را کوتهندیش می نامند که جهان را با معیارهای دیار خیش بسنجد و هرچه را برای او نامعنوس است بربری بداند اینو یه دور دیگه میخوام بخونم کسی را کوتهندیش می نامند که جهان را با معیارهای دیار خود بسنجد و هرچه را برای اونا معنوس است بربری بداند میگویند روزی یکی از نقاشی های اروپایی را به جهانگیرشاه که خود ذوق و دستی در هنر داشت نشان دادند و او با مختصر سخنی آن را رد کرد چون آن تابلو رنگ و روغن بود و او از آن خوشش نمی آمد دانستن این نکته جالب است که حتی یک امپراتور هم ممکن است کوتاندیش باشد و برای جهانگیر لذت بردن از نقاشی رنگ و روغنی اروپایی همانقدر سخت بود که ادراک مینیاتورهای هندی برای ما یعنی برای غربیا از روی نقوش حیوانات که به رنگ سرخ است و شکار کرگدن قارهای ماقبل تاریخ سینگانپور و میرزاپور روشن می شود که تاریخ نقاشی هندی به چند هزار سال می رسد در میان مانده های عصر نوسنگی هند کاردک های نقاشی با رنگ های سوده آماده کار فراوان است در تاریخ هنر هند گسیخت تگی های بزرگی وجود دارد چون اکثر آثار کهن را تاثیرات آب و هوا از میان برده است و مقداری از آثار باقی مانده را هم بود شکنان مسلمان از سلطان محمود گرفته تا اورنگزیب نابود کردند در مجموعه بودایی وینایا پیتاکا یا سه سبت حدود 300 قبل از میلاد آمده است که کاخ پاسینادی تالارهای نقاشی دارد فاهین و یوانچوانگ زائرین چینی بناهایی را که به داشتن نقاشی های عالی دیواری وصل می کنند بناهایی را به داشتن نقاشی های عالی دیواری وصل می کنند اما نشانی از, این بناها به جا نمانده است یکی از کهانترین نقاشی های دیواری تبت نقاشی را نشان می داد که مشغول ترسیم صورتی از بوداست همین نقاش مسلم می پنداش که در روزگار بودا نقاشی هنری نقاشی, هن... نقاشی هنری بود پا گرفته همین نقاش مسلم میپنداش که در روزگار بودا نقاشی هنری بود پا گرفته یعنی در زمان بودا هم نقاشی بوده کهنترین هن نقاشی هندی که بشود تاریخی برای آن پذیرفت یک دسته از نقاشی های دیواری بودایی حدود صد قبل از میلاد است که بر دیوارهای قاری در سیرگویا در ایالات مرکزی پیدا شد از آن به بعد هنر نقاشی فرسکو یعنی نقاشی روی دیواری که تازه بر آن گچ کشیده باشند و هنوز خوش نشده باشد گام به گام پیشرفت کرد این فرسکو رو باز یادتون باشه چون خیلی استفاده میشه تا به دیوارهای قارهای آجانتا به کمال رسید که حتی جاتو و لئوناردو داوینچی هم هرگز به پایان نرسیدند این معابد را در ادوار مختلف از قرن اول میلادی تا قرن هفتم میلادی در جپه سنگی دامنه کوهی اند این قارها پس از زوال آین بودا قرنها از چشم تاریخ و یاد مردم رفته بود پیرامون آنها جنگل رویده آنها را تقریبا دفع کرده بود لانه خفاش و مار و جانوران دیگر بود و نیز آشیان هزار گونه پرنده و حشره که با فضله خود نقاشی ها را کثیف کرده بودند در سال 1819 پای اروپایی ها به این ویرانه ها رسید و از یافتن آن فرسکوها که اکنون در میان شاهکارهای هنر جهان جای دارند در شگفت شدند این معابد را از آن رو قار خانده که بسیاری از آنها را در دل کوه کندند مثلا قار شماره 16 از هر طرف 20 متر است و 20 ستون آن را نگاه می دارد. در طول تالار اصلی 16 حجره رهبانی هست جلوی آن را ایوانی مربق آراسته و در پشت آن مهرابی پنهان همه دیوارها پوشیده از فرسکو می باشند در سال 1800 79 16 معبد از 29 معبد نقاشی داشت چون این نقوش در معرض هوا قرار گرفت تا سال 1910 نقوش 10 تا از این 16 معبد از میان رفت و آنهایی که در شش معبد دیگر مانده بود با کوشش های نابجایی که در احیای آنها شد ناقص کردید اومدن درستش کنن تازه خرابش کردن یکی از این نقاشی ها از رنگ های سرخ، سبز، آبی و ارغوانی می درخشیدن. اما امروزه جز سطوی کمرنگ یا سیاه چیزی از آن رنگ ها بر جای نمانده است برخی از این نقاشی ها در گذشت زمان و نادانی ابنای بشر آنها را تیره کردند. اللحاظ ما که نمی توانیم های بودایی را با علاقه و ایمان بودایی بخونیم خشن و عجیب می نماید نقاشی های دیگری هم که روزگاری استادانه و ظریف بودند تجلی استادی صنعتگرانی است که نامشان دیری پیش از آثارشان از میان رفته است به رغم این تاراچا قار شماره یک هنوز از نظر شاهکار غنی است در اینجا بر دیواری تصویری است احتمالا از یک بودیساتوا او راهبی بودایی است که میباید به نیروانا برسد اما به اختیار خود تولات های مجدد مکرر را میپذیرد اینو تو قسمت های قبلا می مقدار ازش خوندیم تا در جهان بماند و یار انسان ها شوند اندوهی که بر اثر معرفت به آدمی دست میدهد هیچگاه تا کنون به این خوبی تصویر نشده بود بیننده با دیدن اثر متحیر می شود. که آیا آن تصویر ظریفتر و عمیقتر است یا تابلو نظیر آنکه لئوناردو داوینچی از مسیح کشیده است در دیوار دیگری همان معبد تری از شیوا و همسرش پاروتیست که گوهرهایی به خیش آویختند نزدیک آن نقش چهار آهوست که از مهر بودایی به جانوران ج... از مهر بودایی به جانوران سرشار, سرشار است بر سخف طرحی از گلها و پرندگان است که چنان به ظرافت کشیده شده که گوی هنوز جان دارند روی یکی از دیوارهای قار شماره 17 تصویر زیبایی از ویشنوی خدا و ملازمانش هست که از آسمان فرود می آید تا در واقعی از زندگانی بودا شرکت جویند اکنون نیمی از آن از بین رفته است بر دیوار دیگری طرح زنده صورت یک شاه دخت و ندیمه های اوست با این شاهکارها نقاش... نقش های بسیاری آمیخته است که ظاهرا اثر نگارندگان زعیقی است در دوران جوانی و ترک, خان... خانمان و اقوای بودا را توصیف می کند اما از آنچه اکنون به جا مانده نمی توان نسبت به اصل این ماجر این آثار قضاوت کرد و بیشک کلیدهایی برای ادراکان ها وجود دارد که هنوز بر جانهای بیگانه آشکار نشده است با این همه قریبان حتی می توانند اصالت موضوع میدان عظمت و وسعت طرح و وحدت ترکیب وضوع سادگی روشنی خطوط و علاوه بر جزئیات فراوان تمامیت شگفتانگیز کار دست را که مایه حلاک همه نقاشان است به باید در نظر مجسم کرد که این روحانیون هنرمند که در این حجره ها عبادت می کردن بر این دیوارها و سقفا با شوق و شور با شوق و زوقی زاهدانه نقش می آفریدن. حالان که در همان موقع اروپا در تاریکی آغاز قرون وسطایی فرو رفته بود اینجا در آجانتا عشق دینی و ایمان مذهبی معماری پیکر تراشی و نقاشی را در وحدتی مبارک مجتمع ساخته و یکی از یادبودهای عالی هنرهندی را پدید آورده است وقتی که اونها یا مسلمانان معابد آنان را بسته یا ویران کردند هندیان شیر دستی خود را در نقش پردازی به اشکال کوچکتر محدود کردند در میان راشپوتا مکتبی از نقاشان پیدا شد که در مینیاتورهای ظریف خود ماجراهایی از مهاپاراتا و رامایانا و کارهای قهرمانی سران راشپوتانا را نقش کردند اغلب این آثار صرفاً عبارتند از خطوط کلی لکن ترها همه جاندار و کامل است یک نمونه جذاب یک نمونه جذاب این سگ در موزه هنرهای زیبای بستون موجود است که یکی از راگاه های موسیقی را در هیئت زنان زیبا و یک برج عظیم و یک آسمان ابری را نشان میدهد نمونه دیگری در مؤسسه هنر دیترویت است که با ظرافت بیهمتایی مجلسی از گیتا گویندا را نشان می دهد. در این نقاشی ها و سایر نقاشی های هندی انسان را به ندرت از روی مدل کشیده اند. نقاش آنها را از روی تخیل و حافظه خود ترسیم می کند هنرمند معمولا با رنگ لعابی درخشانی بر سطح کاغذ نقاشی می کرد قلموهای زریفی به کار می برد که آن را از ظریفترین موهای سنجاب شطور بوز یا راسوی هندی می ساختند خطوط و نقش و با چنان آراستگی پرداخت می که حتی چشم ناآموز نا بیگانه هم از آن لذت میبرد شبیه همین کار در بخش دیگر هند خصوصا در ایالت کانگرا صورت گرفته بود نوع دیگری از همین نقاشی ژانر در عهد سلسله تیموریان هند در دهلی رواج یافت این سبک که از خوشنویسی فارسی و هنر تصحیب و مصور کردن نسخ خطی پیدا شد به صورت نوعی صورتگری اشرافی درآمد که به لحاظ آراستگی و انحصاری خود به مسابه موسیقی مجلسی شد که در دربار شکوفا بود نقاشان سلسله تیموریان هند مانند نقاشان مکتب راشپوت همه کوشش خود را در راه زرافت خطوط به کار می بردن و گاهی از قلمی استفاده می کردن که فقط از یک تار مو ساخته شده بود از رنگ استفاده می شد و رمز و پوشیدگی کمتر به کار می رفت. به ندرت فکرشان معطوف به دین یا اساتیر میشد بلکه بیشتر خود را محدود به کره خاکی میکردند و در واقع گرایی هیچگاه شرط و مقتضیات احتیاط را از نظر دور نمی داشتند موضوع نقاشی ها مردان و زنان زنده ای بود که به منصب و خوی درباری داشتند نه آنکه به فروتنی شهره باشند این افراد عالی مقام یکی پس از دیگری برای ترسیم چهره در برابر هنرمند می نشستند تا نقش های آن شاه هنردوست یعنی جهانگیر از تصویر همه فرمانروایان یا درباریان مهم از عهد اکبر تا آن روز پر شد اکبر اولین فرد آن سلسله بود که نقاشی را تعقیب کرد اگر قول ابوالفضل علامی را باور کنیم در پایان سلطنت اکبر شاه صد مصور استاد و هزار نقاش متفنن در دهلی مقام داشتند حمایت هوشمندانه جهانگیر موجب تکامل این هنر شد و دامنه آن را به صورت دامنه آن را از صورت سازی به ترسیم مجلس آشکار و سایر زمینه های طبیعی برای پیکر آدم ها که همچنان در تصویر در تصویر چیرگی داشت گسترش داد یک مینیاتور خود امپراتور را در چنگال شیری نشان می دهد که بر پشت فیل همایونی جهیده است و دارد به گوشت شاهانه نزدیک می شود ملازم شاه هم برای حفظ جان برای فرار را برقرار ترجیح داده است در عهد شاه جهان این هنر به اوج خود رسید و کم کم رو به سراشی به انحطاط افتاد نظیر این ام در مورد نقاشی های چاپی ژاپنی روی داد که وسعت رواج آن در میان مردم از یک سو بر علاق مندان آن افسود و از سوی دیگر از ذوق سلیم در آن هنر کاست اورنگزی با بازگشت به حکم دقیق شهر اسلام که همان حرمت شبیه سازی باشد زوال این هنر را تکمیل کرد مصبران هندی از ره گذر بخشش های هوشمندانه شاهان سلسله تیموریان هند در دهلی از چنان رفاهی برخوردار بودند که قرنها پیش از آن نظیری نداشت سنف مصفران که خود از دوره بودایی سر پا نگاه داشته بود جوانی از سر گرفت و برخی از اعضایش از آن پرده گمنامی که فراموشی زمانه و قفلت هندو از ارزش از ارزش فرد بر سراسر آثار هنری کشیده شده بود به در آمدن. از آن هفته مصوری که در عهد اکبر به سرآمد اقران بودند سیزده تن هندو بودند محبوب ترین همه مصوران دربار دربار این مقال بزرگ داسوانت بود که با آنکه تبار پستی داشت و پدرش پالانکش بود یک این نکته از منزلت او در نظر سلطان نکست جوان عجیبی بود و اصرار داشت هر جا که می رود و هر سطحی که به دستش می رسد بر آن نقشی بپردازد اکبر به نبوغ او پی برد و به استاد مصوراتش دستور داد که او را تعلیم دهد سرانجام این پسر بزرگترین استاد زمانه خیز شد اما چون آوازش به همه جا رسید با زخم خنجری خیش را کشت هر جا مردمانی دست به کاری میزنند معمولا مردانی دیگر پیدا میشوند که راه انجام کار را به صورتی بهتر برای آنان توضیح دهند هندیان گرچه در عرصه فلسفه به منطق ارجی دادند منطق را دوست داشتند و بران بودند تا روش ظریف همه هنرها را در قالب دقیق ترین و معقول ترین قواعد بریزند از این رو در آغاز قرن در عصر مسیحی ساندانگا یا ششندام نقاشی هندی مانند آنچه بعدا یا شاید به تقلید از هند در چین ابدا شد را وضع کردند که شش قاعده عالی هنر تصویری است یک شناخت نمودها دو ادراج، سنجش و ساخت درست سه تجسم احساسات تجسم احساسات روی فرمها چهار در کار زیبایی یا تجسم هنری پنج شباهت و شش کاربرد هنری قلمو و رنگها ها بعدها یک مجموعه قواعد جمالشناسی دقیقی به نام شیلپا شاسترا پدید آمد که در آن قواعد و سنن هر هنری برای همیشه تنظیم شد گفتند که هنرمندان باید دانای بدها باشند از پرستش خداوند مسرور شوند به همسرش وفادار باشند از زنان نامحرم دوری جوید و با تقوا و پریزکاری از خرمن علوم گوناگون بهره ها گیرد جهانگیر در جهانگیر نامه چنین می نویسد مرا ذوق تصویر و مهارت در تمیز آن به جایی رسیده که از استادان گذشته و حال کار هر کس به نظر درآید بی آنکه نامش مسکور شود میگه من در چی ببینم میفهمم کار کیه بدیه در که کار فلانی است بلکه اگر مجلس باشد مشتمل بر چند تصویر و چهره و هر چهره کار یکی از استادان باشد می توانم یافت که هر چهره کار کیست و اگر در یک صورت چشم و ابرو را دیگری کشیده باشد در آن صورت می فهمم که اصل چهره کار کیست چشم و ابرو را که ساخته صفحه 51 نوشته شده این تو همون کتاب که عرض می کنم از کتاب های دیگه استفاده استفاده میکنه حضرت فردوس مکانی یعنی اکبر اگر چه در واقعیات خود صورت و اشکال بعضی جانوران را نوشته اند قایتا به مصوران نفرموده اند که صورت آنها را تصویر نمایند چون این جانوران در نظر من به قایت غریب در آمد، هم نوشتم و هم در جهانگیرنامه فرمودم که مصوران شبیه آن را کشیدند تا حیرتی از شنیدن دست دهد تا حیرتی که از شنیدن دست دهد از دیدن زیاده گردد صفحه 120 در فهم هنر نقاشی شرقی نکاتی هست که اگر آنها را در مورد توجه قرار دهیم کار ما تاثیر خواهد کرد نخواست آنکه نقاشی شرق شغمی... نقاش... نقاشی... نقاشی نقش پرداز احساس ها باشد نه اشیا آنها را تصویر نمی کند بلکه القا می کند دیگران که این هنر به خط متکی نه به رنگ سوم آنکه هدف آن خلق هدف آن خلق عاطفه مذهبی و جمال پرستی است نه تجدید آفرینش واقعیت چهارم آنکه بیشتر دلبسته جان یا روح انسان ها و اشیاء است نه دلبسته شکل مادی آنها با این همه هر چه کوشش کنیم مشکل بتوان آن توسعه فنی یا وسعت و عمق معنای هنر نقاشی چین را در نقاش را در نقاشی هندی پیدا کرد برخی از هندیان این نکته را با خیال بافی چنین توصیح می کنند نقاشی هنری بود بسیار سهل و آسان و هدیه ای نبود که دشوار به دست آید تا در خوره تقدیم به خدایان باشد از این روزوار یافت شاید تصویر که اشیایی ناتوان و ناپایدار است شور و شوق هندی را برای تجسم پایدار و ماندگار خدای برگزیدهش ارضا می کرد رفته رفته که آین بودا با پیکر تراشی همساز شد و معابد برهمنی افزایش رافت و در همه جا برپا شد نقاشی جای خود را به پیکر تراشی داد و سنگ ماندگار جای رنگ و خط را گرفت فردا شب قسمت بعد مجسمه سازی